سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدیم به پارت پنجمی، قسمت پنجم مربوط به بررسی موزیکای شما عزیزان. توی این قسمت هم قراره که دوباره 5 تا دیگه از ترک‌های شما عزیزان رو بررسی بکنیم، ببینیم که چطوره. اگر مشکلی بود، اگر در واقع نکته‌ای بودش حتما بگم، حتی نکته مثبتی هم بود حتما بهش اشاره کنیم که بخش مربوط به قوت و بهتر بودن و در واقع نقطه مثبت کلا موزیک هم بتونیم در واقعش اشاره داشته باشیم. لتس گو، بزنید بریم سراغ اولین ترک شما در پارت پنجم. خب ترک اول اسمش نوشتیم بیقانون دمو. خب ما یه فضای اتمسفریک، در واقع یک افکتی اون پشت داریم که حالا میتونه پد افکس باشه، حالا هر چیزی، به اضافه یک پیانویی که داره پخش میشه و صداش تا اینجا که اوکیه. خب اینجا تو این قسمت از موزیک باز همون پیانو مونده، اون فضا هم تقریبا پشت هست ولی یه مقدار کم رنگ تر شده. یک حرکتی با گیتار تریک میزنن که در واقع یک نوتی رو میزنن ولی ولیوم گیتار بسته است، نوت رو میزنن بعد ولیوم باز میکنن، یه صدای اینجوری میده بهتون که الان چنین اتفاقی اومدن رقم زدن تو این آهنگ. و یک صدای مثل واتر دراپ، یه چیزیه انگار مثلا تو یه غاری هستین، یک قطره آبی چکه میکنه رو زمین، یه صدا شبیه اونه، یک در واقع سمپل اون شکلیه که اینجا گذاشتن. بیس گیتار با یه اسلاید اومد من رو وارد یه بخش دیگه از موزیک کرد. احساس میکنم موزیک باید وکال داشته باشه که الان نداره. و چیزی که برام عجیب بود که چرا اینجا من کیک نمیشنیدم اصلا، احساس کنم کلا کیک تنظیم نشده بود توی موزیک، صدای دیگه قشنگ بودن. آره دقیقا صدای کیک اینجا نیست، به نظرم اگه کیک دیپی اینجا بود باز قشنگتر میشد موزیک، مثلا پوپ صدای این شکلی اگه توی مثلا رو ضربه اصلی بود مثلا خوب میشد، ولی المان دیگه قشنگن، ما رو توی فضای خیلی احساسی و غمگین نگه داشته فضا. سولو ما گیتار تریک داریم که قشنگ صداش، فقط قدیمیه دیگه، باز همون داستان مربوط به جنس صدای قدیمی و دموده. یک درامزی اومد الان توی کار که صداش که مشخصات وی اس تیه ولی داره خوب صدا میده برای موزیک پاپ. با حال اولش که تام ها شروع کردن دن 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 اینجوری زدن، یه خورده اون صدای یکی از تام ها که حالا فلور تام فکر میکنم باشه، یه مقداری زیادی افتاد تو موزیک، یه فضای بدی رو ایجاد کرد. اون اولش که در واقع موزیک میاد یه خورده به اصطلاح تداخل فرکانسی ایجاد کرد با بیس و کیک و اینها. فضا رو نگه داشتم به صورت خیلی ساده، پیانو که داره همون سیکلو هی تکرار میکنه تو این قسمت، بیشتر حسه نمیدونم انگار کورس داره میده بهم، نمیدونم هر چی هست اینجا به نظر یه اوجی باید داشته باشه چون زیر ساخت موزیک یه مقداری شلوغ‌تر شده، به نظرم این فضا یه مقداری اوجی تر و یه خورده بولتر کاره. می‌بینید که کاملا ما یه فضای ساده از یک در واقع موزیک پاپ داریم. در مورد جنس صدا بخوام صحبت بکنم، یه خورده صدای کیک درامی که واقعی تر سمپل که از این بخش دوم کلا اومد قشنگ نیست، یه خورده بیشتر جای کار داره این موزیک به نظرم و صداها قدیمی ان. چطور خود بانک صداتون رو بروز کنید، واقعا فکر کنم خیلی تاثیر داشته روی کارتون چون ایده موزیک قشنگیه ولی یه مقدار دیتیلاش کمه. دوباره با همون حالتی که تو شروع کار بود ما داریم موزیک رو به پایان میرسونیم، همون صدای گیتار تریک، همون آرپیج ها، و البته تو اول کار آرپیج نبود، اینجا آرپیج هم داریم که خب قشنگه.
خیلی هم خوب صدای آرپژو خوب بود به نظرم گیتارها، ولی کلا موزیک خیلی خالی بود به نظرم. میتونست یه مقدار پرتر بشه، یه خورده در واقع ریزکاری بیشتر بهش اضافه بشه. و اینکه احتمالا خیلی کلام محور بوده این کار، چون کلام روش نیست یا وکال روش نیست، نمیتونیم متوجه بشیم که کلا مثلا چقدر موزیک داره پر صدا میده یا هر چیزی. خیلی هم خیلی تاثیر داره که کلام بیاد و ببینیم که ملودی کجا میبره موزیک رو. دمتون گرم، اینا نکات مثبت منفی بودش که میتونم بگم راجع به ترکتون و امیدوارم که موفق باشید. خب بریم سراغ ترک دوم که نوشتن داب استپ. خب ما تو بک‌گراند کار یک حالت نویزی داریم، صدای نویزی داریم به اضافه یک چی میشه بهش گفت، یه حالت پلاکیه، نمیدونم، یه ساز سینتی سایزریه دیگه. آره یه خورده موزیک الان پرتر شد، جالبه، تفیک صدا هم خوبه، فقط اونی که ساب میزنه یه خورده نمیدونم خیلی عمق نداره احساس میکنم، ولی جالب شد، شوره قشنگی بود. چقدر تو گوش چپ هم شده قشنگ تر ادام میشنم و دیگه چقدر هارت پن شده احساس میکنم، همه چی خیلی جدان از هم، ولی فضای جذابی داده این آرپیج پرکاشن فرمی که تو گوش چپ خیلی خیلی چیز جذابیه. این هم دقیقا تو همون استایل های آهنگسازیه که من خودم دوست دارم. من عاشق، میگم طول تو ویدیو قبلی هم گفتم، عاشق موزیک هایی هستم که به صورت پلکانی بهشون جزئیات اضافه میشه. این هم هی داره یه چیز جدید رو میکنه، هی داره یه چیز جدید رو میکنه. جنس صدا هم خوبه، تداخل داریم متاسفانه تو کار، یعنی الان دیگه نسبت به اولش که تفکیک خیلی خوب بود الان یه خوردون تفکیک داره از بین میره، ولی اینکه یه صدایی میاد قطع میشه میاد قطع میشه خودش باعث میشه یه مقدار کمک بکنه اون تفکیک، مثل ساید چین و اینها. خب ما اینجا یه دراپی تو موزیک داریم، ولی یه چیزی اینکه اون پشت داره آماده میشه، پیانو هم خیلی قشنگ بود، دن 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 رفت سمت پایین و اینها، احساس میکنم قرار موزیک بهتره که دوباره. میبینید کاملا داره ما رو آماده میکنه به سمت رفتن به فضای فکر میکنم پرتر و شلوغتر. خیلی باحاله، اوف خیلی. ببینید اینم باز ایدش قشنگه، داره موزیک آهنگسازیش قشنگه، انتخاب صداها، نوع صدا، به خصوص اون ساب لامصب، اون ساب نیستش که بلرزونه وجود آدمو، ولی موزیک ایدش قشنگه ها، خیلی خوب داره صدا میده. اون ایجاد فضای دم 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 اون خیلی قشنگه ملودیش، یعنی خیلی فضای انرژیک و چیزی داده به کار. این دیپ، این بیس سابم که میزنه به کار خیلی قشنگه، فقط مشکلش اینه که مثلا خیلی دیگه سابه. بریم انتهای کارم بشنویم. خیلی موزیک جالب و قشنگی بود، آهنگسازیش خیلی قشنگ بود، خیلی خوب بود، دلچسب بود به نظرم که تنوع توش بود، حالتهای متفاوت داشت، کم میشد، زیاد میشد، دراپ داشت، موزیک بخش شلوغ داشت، خیلی خوب بود. فقط تداخل فرکانسی خوب توش داشتیم، انتخاب جنس صدای موقعی باز میگم قدیمی بود، یه خورده کم کیفیت بود، و اینکه میکس این کارو میکس راحتی نیست، چون شما با ساب پایینم سر کار داری، یعنی به اصطلاح فرکانسی خیلی لو تا فرکانس 10 حتی 10 هرتز، و این نیازمند داشتن اسپیکر ماتونگای قوی تر و بهتره که شما اون ساب و قشنگ بتونی بشنوی با یه دونه هنس ویدی و چه میدونم هدفون های معمولی، اصلا نمیشه، باید دم و دستگاه خوبی داشته باشه بتونی مدل کارا رو میکس بکنید دقیق. ولی در کار خیلی زیبا بود، دمتون گرم، مرسی که فرستادین کار رو. و بریم سراغ ترک بعدی، لونلینس. و چقدر جالبه موزیکش قشنگه، شروع استارت جذابی داشت به نظرم. چقدر عجیب که دوتا انگار شبیه نزدیک به همن، چقدر نظر صدایی.
یه موزیک پاپ الکترونیکیه که داریم میشنویم کاملا، فضای هاوس میده بهم خیلی موزیکش، جنس صداش خوبه، باحاله. اتفاقا این ساب اینجا رو بیشتر از قبلی دوست دارم، احساس میکنم اون بیس ساب بیسش کنترل شده تره. خب هر از که وارد اینجا بشیم، یه وکال فیکسی داره که تو گوش از چپ میره به سمت راست و از راست به چپ. این خیلی جذابه، خیلی قشنگش کرد. یعنی ما دوباره داریم باز استرکچر موزیکی رو میبینیم که کم کم داره بهش چیز اضافه میشه و الان دقت کردیم صدای اینجوری اومد، میخوایم انگار وارد بشیم به یه فضای فکر کنم شلوغ‌تر. بشنویم. آفرین، چقدر باز آهنگسازی این کارم زیباست، چقدر خوبه. احساس حس نمیدونم، یه مقدار موزیک رفت بالاتر، حالا فکر می‌کنم برای کورس رفتن زود باشه تو این کار، ولی یه مقدار موزیکو شلوغ‌ترش کردن، جذاب کردن. ساب الان زیاد شد دیگه از دست در رفت. میگم خیلی دیوایسی که قراره باش ساب بشه مهمه که بتونین جوری کمپرسش بکنین، جوری در واقع صداش تنظیم بکنین که تو هر بخشی از موزیکتون به یه اندازه درستی صدا بده. خیلی روی بخش ساب باید تمرکز داشته باشه موقعی که میخواین کار انجام بدین. آفرین، چه ملودی زیبایی، چه ملودی قشنگی. دم 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 دم، یه حالت کاملا هاوس دیگه، فضای مثلا موزیکای اون شکلی بهتون میده. قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. باز من فقط با چیزی که انجام مشکل دارم کلا سابه. اول خیلی زیاده، کم کم که میره تو نوتای بالاتر یا پایین تر فکر کنم دیگه انقدر دیگه میره عقب تر که اونقدر چیزش کم میشه، کم رنگ تر که میشه زیباتر میشه همش. یعنی اول خیلی میزنه تو ذوق. دوباره ما برگشتیم رو استراکچر نزدیک به چیزی که قبلا شنیدیم و کاملا مشخصه دیگه، از اون موزیکاییه که فکر میکنم وکال باید داشته باشه و وکال محور مطمئنن، چون ما استرکچر انگار ورس کورس پری کورس و اینها رو داریم بازم تو کار. بریم جلوتر. دراپ دادم به کار اینجا رو. ایول ایول، استرکچر ساعت عادیش خارج شد. خب آفرین، این الان یه کاری بودش که یه خورده کار حرفه‌ای ترش کرد، از اون حالت خطی و یک نواخت ورس کورس و ورس کورس آوردش بیرون، رفتیم سراغ بریک داون یا به اصطلاح یه بریکی که یه دراپی که حالا یه مقداری موزیک اونجا خالی کنه و الان باز دوباره در یه چیزی از اون پشت اضافه میشه. فکر کنم دوباره موزیک میخواد شلوغ شه. دقیقاً دوباره ما افتادیم توی اون قسمت شلوغ‌تر کار که احساس میکنم باز این کورس بخواد باشه. آفرین، استرکچر موزیک خیلی قشنگ و جذابه و خیلی دوست داشتم تا اینجا شد. بریم آخرش هم بشنویم، چون باز هم حالت کورس دیگه شنیدیم اینجا رو. سابه رو میبینین؟ ساب خیلی ساب قوی و محکمی، اصلا مثلا اینقدر نباید باشه، باید خیلی کمپرس بشه، گردتر بشه صداش، نه این نه باشه که اصلا بگیره کلا فضا رو. آهنگسازی موزیک خیلی قشنگ بود، جنس صدا هم خیلی خوب بودن به نظرم کلیتش. فقط روی ساب یه خورده داستان داشتیم که اگه فکر کنم روی سابتون بیشتر وقت بذارین روی بخش پایین و لو فرکانسی کار خیلی کار قشنگی میشه. مرسی که فرستادین، دمتون گرم. خب بریم سراغ ترک چهارم، Lost Inside the Fire. شبیه ساونترک، یعنی ساونترک فیلمه برام از همه الان. چقدر جالب، دقیقا همون شبیه همون سیکل آکوردی که فکر کنم تو ویدیو اول بود، پارت اول بود، که یه نفر دیگه هم دقیقا از همین آکورد ها استفاده کرده بود انگار. میگم اینا خیلی آکورد های محبوب و یعنی آکورد های محبوب و پرتکراری هم در واقع این آکورد ها، ولی چه فضای دیپ و جذاب میده، چقدر صدای افکتی که استفاده شده خوبه برای این قسمت. شبیه میدونین کدوم ترک شده برام؟ نه اصلا این رو میشتم هزار تا موزیک میاد تو ذهنم. ترک Roads Untraveled لینکین پارک، نه شنیدین یا نه؟ فکرم گو ویپس ناد لای لا 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 لا، یه حالت اینجوری میخوند، چیزشو یادم رفته اون متن آهنگ رو، ولی کاملا انگار فضای همونه. حالا کار نداریم،
کورد پروگرشنه و ممکنه که تکرار توش پیش بیاد، ولی چقدر قشنگ داره فضا سازی میشه، چقدر فضای آتیش اون پشت خوبه و فردی که انگار داره یه کاری اونجا انجام میده، نمیدونم آتیش و اینها. خیلی فضای زیبا و قشنگی داره تا اینجا کار. میگم موزیکا، این موزیکا بیشتر موزیکای صحنه هستن احساس میکنم، مثلا یه صحنه داره پخش میشه مثل فیلم و این داره داره بیشتر کمک میکنه که اون فضا بولتر و زیباتر بشه، احساس اون لحظه در واقع بیشتر به چش یا به اون مخاطب القا بخواد بشه. چقدر قشنگ بود اینجاش، آفرین، چه هارمونی زیبایی انداختن، چقدر قصه و غم توش بیشتر شد کار، خیلی زیبا شد. یک موزیک بسیار بسیار اتمسفریک و با فضاسازی خیلی غمگین و دیپ رو یا عمیق رو در واقع داریم میشنویم، چیز خیلی قشنگ بود تا اینجاش. فقط یه مقداری احساس میکنم که هارمونه رو هم نیفتاده، یعنی یه خورده اینا اصلا انگار اصلا یه مقدار فاصله دارن که احساس میکنم اون حس خیلی عمیق‌تر رو از من داره میگیره که مثلا دیگه واقعا عشق کنم باهاش، ولی فوق‌العاده است نوع ملودی ها و صدایی که دارم میشنوم اینجا، خیلی خوبه. جنس صدای گیتار الکتریکش هم خیلی قشنگه. و دوباره برگشتیم روی همون اتود اول کار، آرپژوی در واقع آکوردهای اول کار. خیلی زیبا، خیلی هم خوب و با همین شکل فکر کنم موزیک پایان بره، چون داشت فید اوت میشد تو گوشم به نظرم. خیلی قشنگ بود، خیلی موزیک عمیق و خوبی بود شفت تو چشم. و اینکه دمتون گرم، همه چیش به نظرم عالی بود، چون صدا هم که خیلی خوب بود، فقط یه گیتار الکتریک داشت کل کار رو میبرد جلو، آفرین واقعا. و فکر میکنم اگر در حیطه یه مربوط موسیقی فیلم و اینا اگه یه مقداری بیشتر فعالیت بکنین خیلی بهتون کمک میکنه که موسیقی خفنی بسازین. دمتون گرم، امیدوارم که همشون موفق باشین، خیلی قشنگ بود. خب بریم سراغ ترک آخر، راک اتود اسمشه، اتود نمیدونم حالا. خب ما یه در واقع حالا یه حالت بلفورمی هستش ولی بیشتر شبیه همون سینتی سایزر و این هاست که یه درام هم داره باش میزنه و درامش صداش خیلی قدیمیه. باز من مشکل همون داستانی دارم که گفتم چند بار راجبش تو این ویدیوها، ولی جالبه ببینیم جلوتر چه اتفاقی میفته. آفرین، چقدر یا باحال شد موزیک، چقدر بیسه قشنگ شروع که من عاشق این اسلاید، اینم کلا اصلا اسلاید میکنه بیس تو کار میگم اوف ایول، عالی بود عالی بود، خیلی 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 خوب شد. الان جنس صدا با هم قاطی شدن، دراما بهم بیشتر چسبید واقعا تو صدا سازی ها، خیلی خوبه خیلی خوبه. بریم جلوتر. عالیه، جنس صدا بنظرم خیلی خوبه، خیلی باحاله. میدونین باز من میرم سراغ اون داستانی که موزیک قشنگی شده تا اینجا، حالا نمیدونم جلوتر چه اتفاقی میفته. و آهنگسازی باحالیه، دلچسب برای من، یعنی یه چیز خیلی خوب ساده، در عین سادگی یه حرفی برای گفتن داره واقعا. ولی باز صداهایی که انتخاب شده با صداهای لو کوالیتی و کیفیت پایینی هستن. ببین جلوتر ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی قشنگ بود، یه آرپیج دو نوته یا نهایتاً سه نوته داره اونجا زده میشه با فواصل های زمانی نقطه دار که خیلی بنظرم جذاب و باحال میشه شده، یعنی خیلی قشنگش کرده کارو. آفرین آفرین، باز از اون سبک موزیکایی که کم کم داره بهش اضافه میشه و من عاشق مود سبک آهنگسازی هم.
خب یه اتود بود دیگه، چون اتود بود همینقدر کوتاه احتمالاً، یعنی 1 دقیقه و 50 ثانیه بود صرفا. قشنگ بود، خیلی خوب بود. پیشنهاد میکنم که بیشتر روی این آهنگ کار کنین، یه خورده براش بیشتر جزئیات اضافه کنین بهش. ملودیش خیلی قشنگ بود، خیلی دوست داشتم. به نظرم اگه یه مقدار بیشترش کار بشه، صدا سازش قشنگتر و بهتر بشن، خیلی میتونه موزیک قشنگ و زیبایی بشه و حس کاملا راک هم داشت دیگه. خیلی خیلی خوب بود. دمتون گرم و ممنونم از تک تک شما عزیزانی که برای من ویدیو موزیک فرستادین. هی میگم ویدیو موزیک فرستادین و باز تکرار میکنم که اگر موزیک خودتون داشتین و موزیکتون کپی رایت نداشت یا جای ثبت نشد واسه لیبل یا هر چیزی، برام بفرستین که با هم یه بررسی بکنیم در یوتیوب. من همه موزیکا رو که بررسی میکنم، ولی اون کسایی که کپی رایت داره موزیکشون رو تو خود تلگرام بهشون در واقع میگم که مثلا حالا اشکالات چیه، نقاط قوت چیه یا هر چیزی، ولی موزیکای کپی رایت داشته باشن نمیتونم توی یوتیوب بیام و پخش بکنم. در صورت ممنونم که در واقع موزیکاتون رو من فرستادین و اگر ویدیو دوست داشتین حتما حتما لایکش بکنید. خیلی خیلی ممنون میشم که سابسکرایب بکنید چنل رو اگر به این مدل محتوا علاقه‌مند هستین و دوست دارین که در واقع در زمینه میکس و مسترینگ، آهنگسازی، حالا هر چیزی مربوط به موسیقی میخواین اطلاعات جدیدتر و بهتری کسب بکنید، این کانال رو میتونید دنبال بکنید و چنل تلگرام و اینستاگرام منو فراموش نکنید که دنبال بکنید. مطالب مفیدی براتون اونجا قرار میدم که میتونه به دردتون بخوره و دو تا ویدیو بهتون پیشنهاد میکنم که اینها مربوط میشن به در واقع نکات مربوط به بررسی موزیکای شما عزیزان. امیدوارم که همیشه موفق باشین. دمتون گرم و هلیه.